درود بر شما. با 180 ثانیه پنج شنبه سوم آبان ماه همراه ما باشید. شرکت هواپیمایی قطر ایرویز تمام پروازهای خود را به ایران، عراق و لبنان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. دلیل این تعلیق شرایط کنونی در منطقه خاورمیانه اعلام شده است. شرکت‌های هواپیمایی پگاسوس ایرلاینز و ترکیش ایرلاینز نیز روز چهارشنبه از لغو پروازهایشان به ایران خبر داده بودند. 22 تن از زنان زندانی همبند نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی این فعال حقوق بشر زندانی نسبت به تعلل و خودداری مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان اعتراض کردند. آنها خواستار رسیدگی پزشکی اضطراری و اعزام فوری این زندانی سیاسی به بیمارستان شدند. روزنامه شرق خبر داد که در چند ماه گذشته برای برخی زنان در شهرستان اصفهان پیامک‌های تهدیدآمیز درباره حجاب اجباری با نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است. شرق افزود بعضی زنان می‌گویند پیام‌ها را وقتی دریافت کردند که حجاب داشتند، اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو توجه نکردند. العربیه در گزارش خبر داد هاشم صفی‌الدین گزینه بالقوه جانشینی حسن نصرالله دبیر کل کشته شده حزب الله لبنان به شکل مستقیم با حملات هوایی اسرائیل کشته نشد، بلکه به دلیل محبوس ماندن در پناهگاهی زیرزمینی و بر اثر خفگی جان باخت. از سوی دیگر ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که بر پایه اطلاعات جمع‌آوری شده نیروی هوایی این کشور طی حملات شبانه تأسیسات نگهداری و ساخت سلاح متعلق به سازمان تروریستی حزب الله در منطقه زاهیه را هدف قرار داد و همچنین نیروهایش در جنوب لبنان انبار سلاحی را در یک تونل حزب الله شناسایی کردند. در رخدار دیگر ارتش اسرائیل تایید کرد که حدود 5 موشک را که از لبنان به سمت جلیل مرکزی و جلیل اولیا شلیک شده بودند با موفقیت رهگیری و منهدم کرده است. شرکت مایکروسافت میگوید گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سایت‌های مرتبط با انتخابات و رسانه‌های آمریکا را فعالانه رصد می‌کند. بر اساس گزارش جدید این شرکت که روز چهارشنبه دوم آبان منتشر شده است، به نظر می‌رسد گروه هکری موسوم به طوفان شنی پنبه‌ای وابسته به سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای عملیات نفوذ مستقیم در انتخابات آتی آمریکاست.